امال رسولان باب دو چون روز پنتیکاست فرا رسید همین یک دل در یک جا جمع بودند که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تند بادی از آسمان آمد و خانه ای را که در آن نشسته بودند به تمامی پر کرد آنگاه زبانهایی دیدند همچون زبانهای آتش که تقزیم شد و به هر یک از ایشان قرار گرفت سپس همی از روی خراس پار گشتند و آنگونه که رو به ایشان قدرت تکلام می بخشید به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند در آن روزها یهودیان خوراترز از همه ممالک زیر آسمان در اورشلیم به سر می بردند چون این صدا برخواست جماعتی گرد آمده قرق شگفتی شدند زیرا هر یک از ایشان میشنیدند، کانان به زبان خودش سخن میگویند پس حیران و بود زری گفتند مگر اینها که سخن میگویند جملگی عال جلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک میشنویم که به زبان زادگاه ما سخن میگویند؟ پارتا و ماتا و ایلامیان مردمان بینال نارین و یهودیه و کپادوکیه و پونتوس و آسیا و فروجی و پامفیلیه و مزر و نوایی لیبی متصل به غیروان و نیز زایران رومی چه یهودی و چه یهودی شده و همچنین مردمان کارت و عربستان همه میشنویم که اینان به زبان ما مات اعمال عظیم خدا را میگویند پس همگی متحیر و سرگشته از یک دیگر میپرسیدند معنی این رویداد چیست اما برخی نیز ریشخند کنان می گفتند اینان مست شرابند آنگاه پتروس با آن یازده تن برخواست و صدای خود را بلند کرده خطاب به گفت ای یودیان و ای ساکنان اورشلیم این را دریابید و با آنچه می گویم به دقت گوش فرا دهید این مردان خلاف آنچه شما می پندارید مست نیستند زیرا هنوز ساعت سوم از روز است بلکه این همان است که یوئیل نبی درباره اش چنین پیشگویی کرده بود خدا میفرماید در روزهای آخر از روح خود با تمامی بشر فارو خواهم رخت پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد جوانانتان رایه ها خواهند دید و پیرانتان خواب و نیز در آن روزها حتی به غلامان و کنیزانم از روح خود و روح هم رخت و آنان نبوت خواهند کرد. بالا در آسمان اجایب و پایین بر زمین آیاد به ظهور خواهم آورد. از خون و آتش و بخار پیش از فرار رسیدن روز عظیم و پرشکوه خداوند خارشید به تاریکی و ما به خون بدل خواهد شد. آنگاه هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت و از نامه رومیان باب هشتم پس اگنون برای آنان که در مسیح ایسا هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست زیرا در مسیح ایسا قانون روح حیات ما را از قانون گناه و مرگ آزاد کرد اما اگر مسیح در شماست هرچند بدن شما به علت گناه مرده است اما چون شما پارساش مرده شده اید رو برای شما حیات است و اگر رو او که ایسا را از مارگان بخی زانید، در شما ساکن باشد او که مسیر را از مارگان برخیزانید حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید او این را به وزیطه روح خود انجام خواهد داد که در شما Sag Herrn دو سال پیش بالاترین دادگاه قضایی آلمان به نام دادگاه قانون اساسی <applause> فدرال حاکمی را صادر کرد که باعث شد هر کسی که ذره ای از ایمان مسیحی بویی بارده بود در حیرت بماند این حکم درباره این مسئله بود که دولت آلمان چگونه می باید قضاوت کند که آیا یک پناجو به دلیل ایمانش در کشور از تحت پیگردی قانونی قرار می گیرد یا خیر؟ طبق این حکم دادگاه قانون اساسی فدرال اعلام کرد که این اختیار به دادگاه اداری داده می شود تا ارزیابی شدت و اهمیت و همچنین ماهیت الزام انجام اکام دینی برای ابراز هویت دینی یک شخص مورد پناجیان را به او دی بگیرند تفکر که در پاشت این حکم وجود داشت روشن است اینکه ایمان مسیحی به عنوان یک مذهب در نظر گرفته می شود که در آن مؤمنان می بایست احکام دینی را به جا بیاورند و این در دین برای آنها عامله تعیین کننده و راهنمایی آنهاست و هر کس که امیت این اکام را درک کند یک مسیح واقعی است و به طب اگر کسی به امیت اکام پی نبرد یک مسیح واقعی نیست در کتاب مقدس امروز از نامه به رومیان پولس رسول برای ما کاملا روشن می کند که ایمان مسیح ما دقیقا با پایه عکس آن چیزی است که غازی های ناآگاه دادگاه قانون اساسی فدرال تصور می کند. حال پولس رسول در اینجا از اکام دینی صحبت می کند. او آن را قانون گناه و مرگ می نامد و از مسیح می گوید که ما را از شهر آن رها می کند. ماهیت الزام اکام دینی دقیقا برای توصیف شخصی است که مسیحی نیست. پس اگر موضوع ماهیت الزام احکام دینی مطرح نیست چه چیزی یک مسیحی را مسیحی می کند پولس رسول در انجیل این هفته این را به طور شگفتانگیزی انگیزی روشن می کند اول از همه اینکه که مسیحی بودن به معنای رعایت قوانین نیست بلکه همانطور که پولس میگوید گوید به من است که من در مسیح عیسی هستم این تنها یک سخن زیبا نیست بلکه باید آن را به معنای واقعی کلمه مجسم کنیم ما در خاصل تعمید من ایسا مسیح را مثل یک جام برتن می کنیم او از هر سمت ما را احاطه می کند پس از این روست که می گوییم من در ایسا مسیح هستم نزدیکتر این مشارکت با ایسا مسیح که خدا در خواست تمید به من میبخشد چیزی است که در زندگی من مسیحی را مسیحی میکند پس اواقع به این مسئله این است که اگر من در ای مسیح ایسا زندگی میکنم پس هیچ چیز نمیتواند ما را از خدا جدا کند و همانطور که پولس در این اینجا میگوید هیچ گونه محکومیتی برای من وجود ندارد بله اگر من رفتار و زندگیم را با پایه اکام دینی که دادگاه قانون اساسی فدرال از آن صحبت می کند پیش ببرم پس هم وار شکست می خورم. چرا که از عده انجام آنها بر نمی آیم. و این در نهایت بدین من است که من نمی توانم از عده خواسته هایی که اراده خدا و زندگی من دارد بر بیایم و نتیجه هم که روشن است اگر اکام خدا را به جا نیاورم در نهایت قضاوت شده و محکوم می شدم. این طرز از قضاوت شدن و محکومیت چیزی است که ازای نوکیش کلیسای ما از دورانی که مسلمان بوده اند برای من تعریف میکنند. کند. اکام دینی که کننده زندگیشان بوده اکامی که بارها در برابر آن شکست میخوردند و بنابراین آنها را به سوی جهنم ساخت میدادند اما پولس توضیح میدهد که همه چیز در قاصل تعمیر شما تغییر کرده است دیگر نیازی نیست که از قضاوت شدن مکوم شدن و سپری کردن و امرتان در جهنم بترسید شما از زمان خاصل تمید در یک مکان کاملا جدید زندگی می در مسیح ایسا. و هر که در مسیح ایسا زندگی کند محکوم نخواهد شد چرا که آنچه برای خوری ایسا صدق می کند مورد او هم صدق می کند. او همان دولتی را که ایسا تجربه کرد تجربه می کند. وقتی خدا به ما نگاه می کند، به ایزا مسیح نگاه می کند و میگوید همه چیز خوب است همه چیز درست است من چیزی در تو نمی بینم که تو را از من جدا کند در ایسا مسیح ما کاملا آزاد هستیم آزاد از فشار تمام اکام دینی که در نهایت فقط ما را به سمت شکست ساخت می دهند. چه خبر شگفتانگیزی برای میلیون ها انسانی که هنوز فکر می کنند با پیروی از عقیده اسلامی خود به بهشت را پیدا می کنند تا حالی که برای کسانی که مسیح ایسا هستند هیچ محکومیتی وجود ندارد چه پیام شیخ برای همه کسانی که در زندگی خود در برابر اکام خود شکست می خورند و حتی خودشان را بیشتر از خدا محکوم می کنند هیچ محکومیتی برای تو وجود ندارد وقتی در مسیح ایسا هستی. چه پیام شگفتنگیزی برای تو که به پایان زندگی خود نزدیک میشوی مهم نیست چه چیزهایی در زندگی به دست آورده ای. اگر در مسیح ایسا باشی، هیچ محکومیتی در پایان امر برای تو وجود ندارد. بله تو هم تعمید گرفتی. و چه چیزی در مسیح می مطمئنا روح او را در خود پیدا می کنید روح زندگی بخش همانطور که پولس در اینجا می و همانطور که در اعتقاد نامه مسیحی می گوییم. چرا که ایسا مسیحی که ما در او زندگی می کنیم فردی در تاریخ دور نیست که در افکار ما باشد او قیام کننده است قوی تر از مرگ پر از قدرت رو است و هنگامی که ما به او به عیسی مسیح متصل می شویم این معجزه اتفاق می افتاد که نه تنها در او زندگی می کنیم بلکه او مسیح نیز در ما زندگی می کند و به همراه او روح خدا هم در ما زندگی کرده و ساکن می شود این یعنی ایمان مسیحی یعنی مسیحی بودن ما در مسیح مسیح در ما روح خداس او در ما ایمان مسیحی یعنی مشارکت شخصی با او خداوند قیام کننده عیسی مسیح همانطور که هموار با دریافت جسم و خون او به ما داده می شود تا در ما زندگی کرده و همزمان ما را رو از روح خود پار کند ایمان مسیحی درباره یک زندگی بر پایه آنش که او مسیح برای ما انجام داده است نه آنچه که ما موظف به انجام آن هستیم و از عواقب آن این است که اگر مسیح واقعا در ما ساکن شود همان مسیحی که بر مرگ غلبه کرد ما هم روزی زنده می شویم پس مرگ دیگر هیچ قرتی در برابر ما ندارد همانطور که دیگر قدرتی در برابر عیسی مسیح ندارد بله ما روزی دوباره زنده خواهیم شد ما به وسیله قدرت روح خدا که از قبل در ما زندگی میکرده همانطور که عیسی مسیح در ما زندگی میکند در جسم زنده خواهیم شد مسیح در من زندگی میکند و به وسیله او من از قبل زندگی جدید و فان و ناپذیر را در خود حمل می کنم صرف نظر از اینکه اگنون در زندگی چه مشکلاتی را تجربه می کنم این زندگی جدیدی که مسیحی به من می دهد اگنون در اینجاست و درست از در زمانی که جسم ما در تابوت قرار گرفته و دفن می شود قدرت خود را آشکار می کند ما امروز پنتیکاست را جشن می گیریم و من از تجربیاتم در امتحانات قاصل تمید میدانم که مسیحان همیشه به سختی با این جشن ارتباط برقرار میکنند اگرچه پیام پنتیکاست همانطور که پولس در اینجا میگوید بسیار شگفتانگیز است تو به عنوان یک مسیحی دیگر تحت اجبار باید باید و باید ها زندگی نمیکنی بلکه ما با عنوان مسیحی در آزادی شگفت که روح خدا به ما داده با عنوان فزندان خدا زندگی می کنیم از آنجا که او در ما زندگی می کند او ما را تقریه می دهد و به ما اجازه می دهد بدون اینکه مجبور به انجام اکام باشیم همانطا که خدا می خواهد زندگی کنیم و چون روح خدا در ما زندگی می کند زندگی ما با مرگ خاتمه پیدا نمی کند بلکه ما به روزی نزدیک می شویم که روح خدا جسم های ما را به یک زندگی جدید اتقا می دهد جایی که دیگر مرگ درد و بیماری وجود نخواهد داشت بله تو هم تو همین الان همانطور که به یقین تعمید گرفتی و جسم خون عیسی مسیح قیام کرده را دریافت می یقین هم این زندگی جدید را در حمل می این یعنی ایمان مسیحی و این فراتر از هر چیزی است که مردم با عنوان یک دین میشناسند. این یعنی آزادی یک نفس راحت زندگی جدید در رو روح خدا برای تو هم agad Inchabar Rusi beguche dat Goer an nune Assozifeerral da Karlsruhe berret Amen, Amen. am.